سلام، امروز 22 اکتبر 2024 هست که در خدمتون هستم. داریم راجع به سوء استفاده هیجانی و عاطفی توی روابط با هم صحبت میکنیم و خب یک سری مسائلی هست که میخوام توجه شما رو به سمتش جلب بکنم و به نظرم میاد که اهمیت زیادی داره. خب ما هیچ کدوم وقتی که توی رابطه قرار میگیریم دلمون نمیخواد که با بیرحمی و بیتفاوتی و اینکه از همون خواسته های نامعقول داشته باشن مواجه بشیم توی رابطه. و خب معمولا وقتی که این اتفاق میفته خیلی نامحسوس و پنهان ممکنه که چنین چیزهایی رو تجربه بکنیم، به این علت که خب رابطه عاطفی پر از احساس های مختلف هست، پر از توجه هست، پر از ساپورت هست و ممکنه که در خلال اینها بی تفاوتی ها، بی احترامی ها و خواسته های نامعقول رو هم تجربه بکنیم که خب تشخیص اینها خیلی راحت نیست. متاسفانه وقتی که به روابط نگاه میکنیم میبینیم که افراد زیادی توی روابطی قرار دارن که مورد بدرفتاری های عاطفی قرار میگیرن، مورد سوء استفاده های عاطفی قرار میگیرن و خب چون خیلی پنهان هست و خیلی تدریجی ممکنه که فرد خیلی به اون اهمیت نده، اینکه تحت کنترل قرار گرفته، اینکه مورد سوء استفاده قرار گرفته یا به اون داره بی احترامی میشه. خیلی از اوقات برای این افراد این مسائل تبدیل شده به یک تجربه روزمره اونها و خب در نتیجه به شکل یک عادت برای اونها در میاد. و خب اینکه احساسات شما رو نادیده بگیرن، اینکه عقایدتون رو نادیده بگیرن، اینکه شما رو مجبور بکنن که مطیع باشین، اینکه شما رو تحقیر بکنن، اینها همه میتونه که سوء استفاده های عاطفی و هیجانی باشه که توی رابطه اتفاق میفته اما من خیلی به اون آگاه نباشم. خیلی نامحسوس، خیلی پنهانی و خیلی سردرگم کننده، یعنی خیلی از اوقات تشخیص این مسئله راحت نیست. بعضی از افراد فکر میکنن که اگر داره این اتفاق میفته ممکنه علاقه ای وجود داره، اگر فرد داره به نحوی رفتار میکنه انگار که ما ملک شخصی اون هستیم، انگار ما رو دوست داره. بعضی وقتا افراد نمیتونن این رو تشخیص بدن، از هم خیلی خوب نمیتونن از هم تفکیک بکنن و خب آسیبی که فرد در این مدل روابط میبینه خیلی به تدریج اتفاق میفته و خیلی وقتها میتونه حتی مشکلاتی که از آسیب ناشی از این مدل روابط، روابطی که شما درش مورد سوء استفاده هیجانی و عاطفی قرار میگیرین، آسیبی که فرد متحمل میشه میتونه خیلی سختتر و ناتوان کننده تر از حتی آسیب جسمانی باشه. حتی دیده میشه بچه هایی که شاهد این هستن که یکی از والدین مورد سوء استفاده عاطفی و هیجانی قرار میگیره هم به همون میزانی که وقتی بچه‌ها مشاهده بکنن که والد اونها تحت خشونت فیزیکی توی رابطه قرار میگیره به همون میزان آسیب خواهند دید. بنابراین این نشون میده که آسیب خیلی متفاوت نیست. خب یکی از چیزهایی که باعث میشه افراد توی این روابط باقی بمونن مسئله شرم هست و خب یک فردی به شما دستور میده، شما رو مورد انتقاد قرار میده، شما رو به دروغ متهم میکنه، رفتارهاش بسیار تحقیرآمیزه، حتی شما رو ممکنه متهم بکنه به اینکه با دیگران در رابطه هستین. اینا معمولا باعث میشه که فرد عزت نفسش رو از دست بده، خودپنداره خودش رو از دست بده، حتی اینکه بتونه خودش رو در برابر دیگران مورد محافظت قرار بده از دست بده. و خب اینها همه متعاقبا اتفاقاتی هست که به دنبال یک ایموشنال ابیوز یا سوء استفاده هیجانی و عاطفی توی رابطه اتفاق میفته. معمولا افرادی که دست به این رفتارها میزنن توی رابطه، یعنی افرادی که جزو افراد آزاردهنده یا ابیوزر هستن به لحاظ عاطفی، معمولا افرادی هستن که خودشون توسط فردی مورد سوء استفاده قرار گرفتن. حالا ممکنه که این فرد والدینشون باشه، خواهر و برادرشون باشه، معلمشون باشه و خب ممکنه که در واقع حتی توی مدرسه، توی محل کار مورد قلدری قرار گرفته و حالا داره این رفتار رو با نزدیکترین افراد خودش انجام میده. خب فردی که در مقابل فرد
ابیوزر یا سوء استفادهگر قرار میگیره، خیلی احساس ناتوانی و کوچک بودن رو تجربه میکنه، احساس بی ارزشی رو تجربه میکنه، حس میکنه که دوست داشتنی نیست و خب و این در واقع احساس شرمی که داره به شدت به اون آسیب میزنه. در واقع احساس شرم باعث حس بیکفایتی، بی وجود بودن، یعنی انگار حضور نداره، انگار وجود نداره، یعنی انگار نامرئی، انگار بی اهمیت، انگار دیده نمیشه، یعنی به نوعی خودش رو انگار حذف میکنه، به نوعی خودش رو انگار نادیده میگیره. و خب این حالتها همه یک خشمی رو در فرد ایجاد میکنه که ممکنه یه دیوار دفاعی دور خودش ایجاد بکنه. به خاطر همین مسئله این دیوار دفاعی اون رو از تمام خصایص انسانی و از جمله همدلی کردن دور میکنه و خب این باعث میشه که به راحتی بتونه کاری رو که دیگری باهاش انجام داده، یعنی اینکه مورد سوء استفاده قرار گرفته، اینکه مورد آزار قرار گرفته، به راحتی برای فرد دیگه این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه این دیوار دفاعی دور خودش کشیده تا اون خصلت‌های انسانی و اون درد انسانی رو تجربه نکنه، چون خودش درد زیادی رو متحمل شده، شرم زیادی رو متحمل شده. در واقع انگار ما با یک فردی روبرو هستیم که میخواد اون مدلی که باهاش رفتار شده با دیگران رفتار بکنه. اما خب باید توجه داشته باشیم اگر ما میخواییم درک کنیم این فرد رو، که این فرد هم مورد سوء استفاده قرار گرفته، آزار دیده، و میخواییم باهاش مهربون باشیم، مهربونی ما به این معنی نیست که اجازه بدیم اون هر رفتاری با ما بکنه. ما باید جلو اون وایسیم و اجازه ندیم که این رفتار رو با ما تکرار بکنه. سوء استفاده هیجانی در واقع یکی از دشوارترین انواع سوء استفاده هاست که بشه اون رو تشخیص داد توی رابطه، و خب چون همینطور که گفتم خیلی پنهانیه و خیلی گیج کننده است و میتونه انقدر آهسته صورت بگیره که ما در ابتدا به سختی متوجه بشیم که دقیقا داره چه اتفاقی میفته، و خب خیلی از اوقات این باعث میشه که ما شرایط سخت رو برای خودمون انکار کنیم، حتی اتفاقی که داره میفته رو خیلی کوچیک جلوه بدیم و خب بریم توی تصورات و تخیلات خودمون و اون رو به شکل دیگه ای معنا بکنیم. خب متاسفانه وقتی که افراد متوجه میشن که این اتفاق داره برای اونها میفته، لزوماً اون موقع آماده نیستن که از رابطه خارج بشن و خب خیلی از اوقات توی رابطه باقی میمونن و حتی دچار شرم هم هستن، و خیلی از اوقات این شرم قدرت عمل کرد رو از اونها میگیره، خیلی از اوقات به خاطر این شرمی که دارن. شناخت احساسی که توی این مسئله وجود داره که به صورت عمده احساس شرم هست بسیار کار دشواری هست. شرم در واقع یک احساس خیلی گنگ برای افراد هست، به نوعی افراد خیلی راحت نمیتونن احساس شرم رو شناسایی بکنن. شاید مثلا شناسایی احساس درد، ترس، ناراحتی برای افراد خیلی راحت تر باشه تا اینکه بخوان احساس درد رو شناسایی، احساس شرم رو شناسایی بکنن. بنابراین این رو باید بدونیم که خیلی از اوقات ممکنه واکنش های ما ناشی از احساس شرم باشه، احساسی که خیلی اون رو نتونستیم تشخیص بدیم. و خیلی وقتا دلیل موندن ما توی یک رابطه سوء استفاده گرایانه به خاطر احساس شرمه، و خب این حس یکی از مخربترین حس هایی هست که به دنبال سوء استفاده هیجانی اتفاق میفته و خیلی سخت هست که فرد از اون بهبودی به دست بیاره. شرم باعث میشه که فرد احساس بدی راجع به خودش داشته باشه و این تصور رو داشته باشه که هیچ کس دیگه اون رو نمیخواد، و معمولا اینطوری هست که فرد حس میکنه آدم ارزشمندی نیست، آدم دوست داشتنی نیست، احساس این رو داره که ناتوانه، به دام افتاده، و اصولا اتفاقی که توی روابط آزاردهنده میفته، سوء استفاده های هیجانی میفته، ایموشنال ابیوز، این هست که فرد به شدت منزوی میشه، یعنی فردی که
سوء استفاده گر هست، ابیوزر و یا آزاردهنده هست، اون رو به شدت منزوی میکنه و به خصوص احساس شرمی که براش به وجود میاره باعث میشه که این حس شرم فرد حتی نخواد با دوستان خودش زیاد ارتباط داشته باشه یا حتی با خانواده خودش و حتی خودش به نوعی اونها رو کنار بذاره یا خودش رو منزوی بکنه، انگار که توی یک زندانی گرفتار شده. و خب این حس رو داره که دائم باید برای تصمیماتش حساب پس بده، خیلی نگران اینی که اشتباه بکنه و مجبور باشه که به فرد مقابلش که همون پارتنر ابیوزرش هست پاسخگو باشه و خب انگیزه هاش رو از دست میده. در واقع همسری که ابیوزر هست، همسری که از نظر هیجانی و عاطفی فرد مورد سوء استفاده قرار میده، توی خیلی از جنبه ها فرد رو کنترل میکنه، مثلا اینکه پولش رو چطوری خرج میکنه یا چی میپوشه، با چه کسانی ارتباط داره و یک نوع احساس تملک انگار به اون فرد داره در واقع. و خب خیلی وقتا فرد مقابل فکر میکنه که اینا ناشی از دوست داشتن، در حالی که دوست داشتن این مدلی نیست. و خیلی از اوقات ممکنه فرد رو به این که با دیگران رابطه داره متهم بکنه، انگار که فردی که مورد سوء استفاده واقع شده حس میکنه نمیتونه یه کاری رو بدون اینکه مورد انتقاد قرار بگیره انجام بده و دائما از اینکه اشتباه بکنه میترسه. تو این مدل روابط یک نوع فرسایش اتفاق میفته، فرد عزت نفسش رو از دست میده، شجاعتش رو برای انجام کارها از دست میده و خیلی از اوقات به خاطر این مدل رفتارها فرد میل خودش رو به ادامه زندگی از دست میده، یعنی تمام انگیزه ها و امیدهاش رو به زندگی از دست میده و خب بسیار آسیب زننده هست. معمولا افرادی که در این رابطه ها گیر میکنن به سختی خارج میشن، به سختی میتونن تشخیص بدن، به سختی میتونن خودشون رو نجات بدن و وقتی هم که خارج میشن به شدت نیاز به کمک دارن، برای اینکه به شدت آسیب دیدن، یعنی دقیقاً انگار جراحت‌های فیزیکی که توی یک رابطه‌ای که ابیوز از طریق فیزیکال اتفاق میفته، در اینجا یک رابطه از در واقع آسیب از طریق ایموشنال ابیوز اتفاق افتاده، ایموشنال اتفاق افتاده، آسیب ایموشنال اتفاق افتاده و همون جراحت رو به شکل جراحت روانی تجربه میکنه. من امیدوارم که صحبت‌هایی که داریم بتونه کمک کننده باشه. باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد به تفصیل. اگر سوالی داشتید میتونید در مسنجر فیسبوک یا به شماره 604-818-3071 به من پیام بدید. دوستانی هستن که نیاز به جلسات حضوری و یا آنلاین دارن میتونید با من تماس بگیریم با شماره 604-818-3071. دوستانی هستن که در کانادا هستن، بیمه‌های شغلی تکمیلی یا دانشجویی دارن، میتونن برای استفاده از این بیمه ها و داشتن این جلسات و با من تماس بگیرن، میتونن از بیمه هاشون استفاده کنن. دوستانی هستن که تحت پوشش برنامه سیبب هستن، ویکتیم سرویسز، مورد خشونت واقع شدن، میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن، میتونن با من تماس بگیرن تا ببینیم که چطور میتونن جلساتشون داشته باشن. دوستانی هستن که تحت پوشش بیمه ICBC هستن، تصادفی داشتن، میتونن در کنار درمانهای دیگه که دریافت میکنن این جلسات رو هم بدون پرداخت هزینه داشته باشن. میتونید با شماره 604-818-3071 تماس بگیرید تا ببینیم که چطور میتونیم با هم راجع به این مسائل کار بکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز و روزگار دیگه که با هم صحبت خواهیم کرد. روز و روزگار شما خوش. خدا نگهدار.